بریم سراغ لیگ برتر انگلیس و هفته 35 این لیگ بازیاش رو بررسی بکنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی توی این لیگ هم افتاده. تاتنهام 1-0 کریستال پالاس رو با گل هری کین برد. هری کینی که با این گل رکورد وین رونی رو هم زد و توی ردی دوم برترین گلزنان تاریخ لیگ برتر انگلیس قرار گرفت. آلن شیرر با 260 گل رتبه اول بهترین گلزنان لیگ انگلیس رو داره. وولورهمپتون 1-0 استون ویلا رو شکست داد. استون ویلایی که دومین شکست متوالیشه در لیگ انگلیس. چلسی بالاخره برد. 3-1 تونست بورنموث رو شکست بده. بعد از 9 تا بازی که باخته بودن تونست بالاخره ببره. آخرین باری که چلسی برده بود با همین نتیجه 3-1 تونسته بود لستر سیتی رو شکست بده. منچستر سیتی با 2 گل گوندوغان 2-1 لیدز رو برد. گوندوغانی که میتونست حتی هتریک هم بکنه، پنالتی که نتونست بزنه و عصبانیت پپ گواردیولا رو هم داشت. و نکته جالب دیگه حضور سم آلردایس دوباره روی یک نیمکت در لیگ برتره که این بار توی تیم لیدز باید این سرمربی کهنه‌کار رو ببینیم. لیورپول تونست 1-0 برنتفورد رو شکست بده. ششمین برد متوالی لیورپوله که تونست به رده پنجم این لیگ هم صعود بکنه. محمد صلاح با این گلی که مقابل برنتفورد زد، صدومین گلش رو در آنفیلد به ثمر رسوند. نیوکاسل و آرسنال، آرسنال 2-0 تونست نیوکاسل رو شکست بده و بالاخره بعد از دست دادن صدر جدول انگار به خودشون اومدن و دارن میبرن. نکته جالب این دیدار گلزنی اودگارد بود که این بازیکن توی 5 تا بازی آخرش 5 تا گل به ثمر رسونده. وست هم 1-0 منچستر یونایتد رو شکست داد. اشتباه اصلا فاحش و بد دخیا بود که این گل رو دریافت کرد. توی این بازی بیشتر بازی دست منچستر یونایتد بود ولی یک اشتباه گلر این تیم باعث شد که این تیم ببازه. این دومین شکست پشت سر هم منچستر یونایتد توی لیگ برتر انگلیسه. بازی‌های مهم این هفته لیگ بیشتر بازی‌هایی بودن که پایین جدول بودن. فولام 5-3 لستر سیتی رو شکست داد. بازی پرگل این دو تیم. یه بازی جذاب دیگه هم اورتون برایتون بود که در عین ناباوری اورتون تونست 5-1 اورتون رو شکست بده، اورتون دیزربی رو شکست بده و اصلا عجیب غریب بود و این برد باعث شد که اورتون به رده 17 صعود بکنه. یه بازی فوق‌العاده جذاب هم که به نظر من میشه گفت بهترین بازی هفته بود، ناتینگهام فارست و ساوثهمپتون این بازی رو برگزار کردن که ناتینگهام فارست تونست 4-3 ساوثهمپتون رو شکست بده. ساوثهمپتون دیگه میشه گفت با این باخت به چمپیونشیپ باید سلام بکنه. آره، جدول هم که یه خورده شلخته است. تعداد بازی هایی که توی لیگ انگلیس برگزار شدن، یه تیم 34 تا، یه تیم 35 تا، یه تیم 33 تا، ولی با این شرایط منچستر سیتی اول، آرسنال دوم و نیوکاسل سوم. از پایین هم ساوثهمپتون 24 امتیاز، لیدز 30 امتیاز، لستر سیتی 30 امتیاز. اورتون و ناتینگهام فارست یک کوچولو خودشون رو کندن از پایین جدول ولی هنوز بازی‌های سختشون مونده. بریم سراغ بازی‌های مهم و یه نگاهی به این بازی‌ها بکنیم. از کدوم بازی شروع کنیم بچه‌ها؟ ایرزا میخواد بوزیک بده اینگاه. خب امید، به نظر من اول از آرسنال نیوکاسل شروع کنیم بعد بریم حالا سراغ بازی بعدی. فقط قبلش من چون صحبت کردی در مورد کریستال پالاس و چلسی، ببین یعنی ما لفظ بیایم کار درست میشه. اون هفته ما در مورد لمپارد صحبت کردیم و برد و در مورد روی هاتسون که تغییر خوبی بود و حالا باختن.
خب بریم سراغ آرسنال و و نیوکاسل. همچنین آرسنال، اونای امری، اونای امری بله گفتیم بله که فوق‌العاده کار میکنه، 2 هفته پشت سر هم داره میبازه. میگم تا صحبت میکنیم برعکسش میشه، خیلی عالیه، لفظمون فوق‌العاده است، درجه یکه. خب بریم سراغ آرسنال و نیوکاسل. آرسنال تو این بازی 4-1-4-1 بازی رو شروع کرد، مثل نیوکاسل که در هنگام بیلداپ تبدیل به 4-2-3-1 میشد. تو دقایق ابتدای بازی شاهد های پرس توسط نیوکاسل بودیم و تلاش برای اینکه بتونه تو همون دقایق اول گلزنی بکنه. یه موقعیت هم جیکوب مورفی داشت که زد به تیرک و بعد شانس بود که گل نشد. نیوکاسل امسال در دقایق ابتدایی هر دو نیمه خیلی سریع تلاش میکنه که ضربهش رو بزنه و به نوع خیال خودش رو راحت بکنه. همین بازی هم همین اتفاق افتاد. تو این بازی نقش بسیار اساسی داشتن هر دو گلر، هم نیک پوپ هم رمزدیل، که اگر نبودن میتونست بازی مثل همون بازی ناتینگام فارست خیلی بازی بسکتبالی بشه. نیک پوپ تو نیمه اول میتونم بگم 3-4 تا گل برای نیوکاسل خرید. در اون سمت هم در نیمه دوم رمزدیل فوق‌العاده بود. جسوس هم تو این بازی خیلی خوب بود و عمل کرده خیلی خوبی داشت. کاری که جسوس میکنه و تفاوتش با انکتیا اینه که جا به جاییه که داره با وینگرها، یعنی جا به جا میشه با ساکا، میره سمت راست و ساکا میاد گای حمله و نوک، گای هم با مارتینلی، و همین باعث میشه که خط دفاع نیوکاسل گیج میشد و نمیدونست که باید. کار دیگه ای که میشد این بود که ژاکا و اودگارد روی گیمارش و جوئلینتون پرس میذاشتن و نمیذاشتن که بازی به درستی شکل بگیره و مجبور میشد نیوکاسل بازی رو ببره به کناره ها. یکی از نقاط ضعف نیوکاسل امسال نبود یک هافبک خلاق، یک هافبک پست 10 که بتونه از عمق هم بتونن ضربه بزنن. حالا شایعه هست که میخوان مدیسون رو بخرن با یا مثلا بازیکن دیگه مثل همین مک الیستر هم لینک شده به نیوکاسل. ضربات آزاد در فصلهای قبل یکی از نقاط ضعف آرسنال بود که با استخدام مربی جدید که داشتن باعث شده که هم کمتر گل بخورن و هم بیشتر گل بزنن. مورد بعد به صورت کلی من خواستم یه مقداری در مورد نیوکاسل امسال صحبت کنم. نیوکاسل امسال خریدهای بسیار خوبی داشته و سرمربی خوشفکری هم داره. من امید دارم که برخلاف حالا اتفاقی برای پاتر افتاد، به نظرم خود ادی هاو میتونه به همراه نیوکاسل بزرگتر بشه. به نظرم مغز تاکتیکیشو داره و خریدهای بسیار خوبی هم انجام میده، یعنی خریدهایی که نمیاد 7-8 خرید بکنه بعد نتونه جواب بگیره، خریدهایی که فقط هر پنجره 2 تا خرید مهم شروع کرده به خرید، بازیکنهایی که توی پرس بسیار خوب باشن. همین الکساندر ایزاک که خریده بسیار بازیکن خوبیه، توی های پرسی که میخواد بازی بکنه خیلی نقش اساسی داره. یه اشتباهی که حالا امسال کرد و کلا در یک سری از بازی ها اینه که گاهی وقتا دست میزنه به اون ترکیب اصلیه، مثل همین بازی مثلا نبود آلمیرون و سن مکسیمین به این تیم ضربه زد. الکساندر ایزاک رو گذاشته بود وینگر و نمیتونست خوب نفوذ بکنه چون که اصلا پستش اونجا نیست و باید پست مهاجم نوک باشه، ولی خب گاهی هم به خاطر مصدومیت بود. همین آلمیرون به تازگی از مصدومیت برگشته. به صورت کلی پرسی که انجام میدن و پرس جالبی هم که هست، پرسی نیست که روی فرد، یعنی فشار روی یه نفر بیارن، مسیرهای پاس رو به خوبی می‌بندن. نوعی پرسی که من بسیار میپسندم و همین باعث شده که فردی که صاحب توپه یا مجبور بشه لانگ بال بازی بکنه که خط دفاعی و حالا حتی افک نیوکاسل ضربات سر رو بزنن، یا اینکه حالا بتونه با یه تکراری کارو جلو ببره. دمت گرم بخاطر توضیحاتت. مهرات جان راجبه لیورپول هم حرف بزنیم یه خورده. لیورپول من راجبه آرسنال یه مطلب خیلی کوتاه رو بگم قبل اینکه جدا بشیم از این بحث. آرسنال پادکست های قبلی که با هم صحبت میکردیم، من حالا به من یه موضوع رو اشاره کردم، بعضی از دوستان حالا خورده گرفتن روحت حرف من راجبه آرسنال. من پادکست قبلی اشاره کردم به آرسنال تیم خوبیه، شکی نیست واقعا،
اما یکی از دلایل موفقیت امسالش یه مقدار ضعیف بودن تیم‌های در واقع زیر دستی خودش بود، مثل منچستر سیتی و در واقع لیورپول بیشتر حالا نسبت به تیم‌های دیگه. ولی شما شاهدید که به محض اینکه منچستر سیتی روند خودش رو بهتر کرد در نیم فصل دوم، مخصوصا آرسنال یه مقدار تو نتیجه گیری دچار ضعف شد و این خیلی میتونه مهم باشه از نظر روانی. یعنی شما میتونی بازیکن‌های خیلی خوبی داشته باشی، مربی حتی خوبی از نظر فنی داشته باشی، اما وقتی مربی اون بار روانی تیمو نتونه در واقع بالا نگه داره، شما دچار مشکل میشی و این راجع به آرسنال اتفاق افتاد و اونا تاوانش رو احتمالاً با از دست دادن قهرمانی میدن. من اینو اشاره کرده بودم قبلا، گفتم الان بگم این موضوع رو. شما حتی میبینید الان لیورپول هم چون موفقیت هست دو نتیجه گیری، منچستر یونایتد داره دچار ضعف میشه و این خیلی مسئله مهمی از نظر روانی. نیوکاسل یه مربی داره که حالا تو تیم قبلیش فکر کنم بورنموس بود، درسته؟ تیم قبلی ادی هاو، درست میگم؟ بله. ایشون مربیه که هم از نظر فنی هم از نظر روانی تیمشو بالا نگه میداره و اینو تو بورنموس هم نشون داد. من بازیایی که تا دقایق آخر با یکی از بازیاش با لیورپول بود، تونست لیورپول ببره با 4 گل. من اینو همیشه یادم میمونه. میگم مربی کنار مسئله فنی، اون بار روانی بالا رو داشته باشه تو تیمش، اتفاقی که تو گواردیولا مثلا نمیبینیم. در مقاطع حساس تعویضایی میکنه که ممکنه حالا بازی برگشت رئال که ان شاءالله اینطوری باشه، من خودم دوست دارم رئال بره بالا، یه کارایی میکنه عجیب و غریب و اینجور مربی ها از نظر روانی مقدار تیمشون رو دوچار چالش میکنن. از اون طرف اون هیجانی که دارن ممکنه به نفعشون هم بشه ها، مثل همین در واقع تیمی که یه مقدار ضعف داشت این فصل دوم، تونستش در واقع بهبود پیدا کنه روند منچستر سیتی. ولی خب از اون طرف هم هست دیگه، در واقع اون هیجان بیش از حد میتونه اثر منفی بذاره. آرسنال هم همین اتفاق افتاد براش و شاید آرتتا اگه سال آینده این اتفاق می افتاد براش، این کار رو نمی کرد. از نظر روانی مسائل روی روانی خیلی مهمه تو فوتبال و من خودم به عینه دیدم بارها و تو لیگ خودمونم این اتفاق بارها افتاده. گفتم این مسئله رو بگم، ببخشید اگه طولانی شد. نه دمت گرم. آره راجب لیورپول هم یه خورده حرف بزنیم. لیورپولی که برگشت و الان ششمین بردیه که پشت سر هم داره به دست میاره. چی شد لیورپول یهو برگشت و الان رسیده به رتبه پنجم جدول؟ بله، لیورپول ششمین برد خودش رو تونست به دست بیاره، ششمین بردی که با اختلاف فقط یک گل در واقع به دست میاد. این نشون میده که لیورپول همچنان ضعف‌های بزرگی داره که میتونه بازی‌ها رو میلیمتری برنده بشه. یکیش به شخصیت برنده این تیم برمیگرده، شخصیت بزرگی که این تیم داره. شاید هر تیم دیگه ای بود در این مشکلات بود نمیتونست همچین کاری رو انجام بده و بیشترین درصدش رو میدن به بیشتر بازی هایی که لیورپول در ادامه فصل، در واقع این چند بازی که گذشته، در داخل خانه داشته و خیلی مسئله مهمیه. الان 2 تا یا 3 تا از بردهای اخیرش تو آنفیلد بوده، این خیلی مسئله مهمیه. تو این بازی هم لیورپول با مساوی تیمی میرفت که در کنار برایتون میشه لقب شگفتی ساز این فصل لیگ انگلیس رو بهشون داد. واقعا تیم خوب و هجومی امسال داشته برندفورد با سرمربی خوب خودش. همطوری گفتم صاحب 5 برد قبل این شده بود و برای چندمین بازی متوالی بودش که لیورپول ترکیب ثابتی استفاده میکرد نسبت به بازی های قبلش، تغییر آنچنانی نداشت، فقط نونیز به جای هندرسون بازی میکرد که باعث شده بود که گاکپو یه مقدار عقب بیاد و نقش در واقع هافبک فوروارد رو بازی کنه. لیورپول خیلی هجومی بازی شروع کرد، سیستمش هم 3-4-3 بود و همون ابتدا هم مشخص بود حملات پی در پی که انجام میداد. در دقیقه 17 هم بعد از همه حمله های بسیار تونستش گل اول رو به ثمر برسونه. تو حمله گفتم 3-4-3 بازی میکردیم و تو دفاع آرنولد برمیگشت عقب 4-5-1 میشدیم. بعد از اینکه گل لیورپول به ثمر رسوند، بعد از اینکه گل زدیم هم برانفورد بازم عقب میشست و این میتونه دلیلش هواداره لیورپول باشن، چون بازی رفتی هم توی که شاهد بودیم
فرانکفورت خیمه سنگینی رو دروازه لیورپول میزد. اکثر بازی که تو آنفیلد برگزار میشه حتی برابر رئالی که 5 تا گل هم دریافت کرده لیورپول مالک زمین بود و تو آنفیلد معمولا این داستان وجود داره، جز حالا برابر سیتی که معمولا درصدا 50-50 60-40 هست، بقیه بازی اینجوریه. ادامه بازی هم بعد از اینکه گل لیورپول زد موفق شد بازی رو حفظ کنه، حملاتش ادامه داشت جوری که نونیز تک به تک رو از دست داد و در پی اون بعد از این از دست رفتن توپ امبومو بودش که پشت مدافعان لیورپول صاحب توپ شد، همینطور جلو رفت، یکی دریبل زد فندایک و کناته رو، ولی ضربش علارغم اینکه به گل تبدیل شد اما توسط وار گلش رد شد. نیمه دوم همجوری ادامه پیدا کرد، همینطور موقعیت های گلزنی پشت هم می اومد اما تک به تک های هم گاکپو هم نونیز متاسفانه از دست می دادن. نکته جالب توجه این ششمین بازی بودش که آرنولد در واقع تو حملات پاس هافبک شرکت می کرد تو حملات و در دفاع در واقع برمیگشت در موقعی که تیم در حالت دفاعی بود دفاع راست کار می کرد و این می تونه در واقع هم خوب باشه هم بد. خوبیش اینه که خب آرنولد وقتی اومده خط هافبک داره کار میکنه حمله لیورپول و تعداد گلایی که میزنه خیلی بالا رفته، ولی بعدیش اینه که خب لیورپول اگه قرار باشه آرنولد تو خط هافبک استفاده کنه باید یه دفاع خیلی خوب، دفاع راست خیلی خوبی جذب کنه. آیا تو بازار هست همچین بازیکنی در سمت راست؟ هست ولی پول میخواد. گرین پوینت گزینه خیلی خوب و محبوبیه بین طرفدار لیورپول اما خریدش خب سخت از لیورکوزن. نکته بعدی که میخوام بگم راجع به نقل و انتقالات لیورپوله که حالا یه دفعه جمع کنیم بحث راجع به لیورپول. خبرنگارای نزدیک به باشگاه لیورپول سه تا گزینه رو بیشتر مطرح نمی‌کنن حقیقت. لااقل اهداف تارگت‌های اصلی باشگاه مک‌آلیستر هست، براونبرگ، غلام علیرضا براونبرگ هستش و میسون مانت هستش که براونبرگ یه مقدار از اولویت های پایینه. دو تا گزینه دیگه اولویت اوله به گفته جیمز پیرس و نیل جونز، همچنین فابریزیو رومانو هم همین رو اشاره کرده که این دو تا گزینه اصلی هستن اما خب خریدشون هم خیلی دشوار هست. مک‌آلیستر 70 میلیون پوند باید پرداخت کنه لیورپول، آیا راضی میشه چی مبلغی رو پرداخت کنه؟ جان هنری که در واقع قصیص‌ترین مدیر در واقع فوتبالی اروپا هستش نمیدونم حقیقت. میسون مانت هم در واقع تگ 70 میلیونی اونم داره، حالا اون میتونه پایین تر بیاد در صورت رضایت به جدایی، میتونه تا 50-55 هم پایین بیاد. در حال حاضر اینا هستن گزینه های در واقع لیورپول برای پوشش خط هافبکش. اما اینکه حالا باشگاه چه بازیکنایی رو احتیاج داره بحث جداگانه ایه که خودش حالا شاید یه اپیزود جدا میخواد برای مسئله. اما مهمتر از همه اینا میسون مانت، همه میدونن که بازیکن موردم علاقه خودمه، خیلی هم میتونه به لیورپول کمک کنه اما برای جذبش کار سختی هست. ولی نکته امیدوار کننده اینه که ایشون ایجنت خودش رو تغییر داده به ایجنت در واقع بازیکن مشترک اندرسون و فندای که میتونه نشونه مثبتی باشه. ایجنت جدیدش نیل فیوینگز در واقع ایجنت این دو تا بازیکن لیورپول هستش که میتونه نکته امیدوار کننده ای باشه. و درخواست 300 هزار پوندی در هفته که از چلسی میخواد و چلسی بیشتر از 100 هزار تا پرداخت نمیکنه، این هم جزء مباحثیه که خب خیلی مهمه برای لیورپول. مک‌آلیستر اونجا کار راحت تره چون چلسی و آرسنال انقدری، چلسی و منچستر یونایتد انقدری با فشاری نمی‌کنن. منچستر یونایتد تکلیف باشگاهش مشخص نیست و در کل چلسی هم که گزینه‌های دیگه خودش رو داره دیگه برای خرید نیمار و سادیو مانه. من بعید میدونم لیورپول خرج آنچنانی بکنه، 70 میلیون پوند به یه بازیکن براش رضایت برای رضایتش پول خرج بکنه. در نهایت ببینیم چه اتفاقی میفته. این منابعی بودش که مهمترین منابعی بودش که در واقع نزدیک باشگاه اعلام شده. باید ببینیم امشب هم آخر شب در واقع پول جویس اعلام کرد که نزدیک به باشگاه لیورپول هست. اون هم همین مسئله رو گفت که این سه تا بازیکن بیشتر نزدیکن و مدوست نونس هم میتونه هدف دوم لیورپول باشه برای پست در واقع سی ام.
دمت گرم به خاطر توضیحاتت. علی رضا نکته ای داری کوتاه بگو بریم سراغ فینال جام حذفی اسپانیا. باشه، من در مورد این نقل و انتقالاتی که مهرات صحبت کرد، ببینید این بازیکنایی که حالا لینک شدن، چیزی که من حالا خوندم تو اخبار اینه که قراره یه بودجه 250 میلیونی 300 میلیون پوندی این امسال خرج کنن، چون این تیم نیاز به خرج داره بعد از این 7 سالی که کلوب تو این تیم بوده، نیاز داره که خط هافبک رو از نو بسازه به خاطر اون شکل گگن پرسی که داره و بازیکن دونده بین خطوط میخواد، مثل همین گرافنبرگ یا حالا نمونه‌های دیگه. روبن نوست هم فکر میکنم لینک شده بود که فکر میکنم اونا بارسا انگار امید میگفتن آره به بارسا نزدیک میخوان... میخوان چیز بکنن و به نظر من یکی از بهترین قالب های تاریخ خواهد بود به وولز آنسو فاتی. فقط این مسئله رو من بگم الان، این مسئله دیگر هم بگم راجع به لیورپول. الان با نتایجی که پیش اومد وست هم تونست منچستر یونایتد رو ببره، این هم امیدهای لیورپول هم برای کسب صحنه چمپیونز لیگ بالا رفت. باید ببینیم در واقع تیم مشترکی که رقیب لیورپول و منچستر یونایتد هستن، در واقع لستر سیتی دیگه هم با منچستر یونایتد بازی داره هم با لیورپول و برای بقا هم میجنگه، ببینیم چی کار میکنه دیگه. خیلی سرنوشت مهمه، سرنوشت چمپیونز لیگ میشه گفت به لستر بستگی داره و چلسی لمپارد که بازیش با منچستر یونایتد مونده. تمام امید لیورپولیا به این دوتاست دیگه، چون با فولام که تو اولترافورد بازی دارن، اولترافورد منچستر یونایتد سخت امتیاز بده، بعید میدونم تو اولترافورد امتیاز بده، بیشتر امتیازه که دست داده تو بازیای خارج از خانه بوده. امیدوارم معجزه بشه مثل اون سالی که در واقع ضربه سر آلیسون رفت تو دروازه قرار گرفت و اتفاقا با همون سهمی هم بود که لیورپول تونست چمپیونز لیگ رو ببره.